ششمین انقراض دست جمعی جهان تو راهه. قطعا خبر خوشایندی نیست، اما واقعا داره اتفاق میفته. حالا آیا شما واسش آماده این؟ شکار بیرویه، منقرض شدن حیوانات مختلف، ویروس‌های مرگبار و اتفاقات دردناکی که مردم و سایر موجودات رو داره از بین میبره، در نهایت به یک انقراض میرسه. اکثر شاخص‌های محیط زیست نشون میدن که به سمت یک فاجعه داریم حرکت میکنیم. چند تاشو میخوایم توی این ویدیو بررسی کنیم. از کم شدن گونه‌ها گرفته تا نابودی محیط زیست. در کمتر از یک قرن گذشته، جمعیت فیل توی آفریقا از 12 میلیون عدد به 415 هزار تا سال 2019 کاهش پیدا کرد. تو همین مدت شیر آفریقایی فقط 10% از این گونه باقی مونده. توی این 100 سال اخیر جمعیت شیر آفریقایی از 200 هزار تا به کمتر از 20 هزار تا رسیده. یعنی 90% کمتر شده. صید و ماهیگیری بیرویه سالانه حدود 300 هزار نهنگ، دلفین و گراز دریایی رو میکشه. با مقایسه مشابه سالانه حدود 400 هزار لاک‌پشت دریایی توی تورای ماهیگیری به دام میفتن که بیشتر از 150 هزار تاشون میمیرن. الان کمتر از 3 هزار ببر در حیات وحش وجود داره. این نشون میده که داریم یک خطر جدی رو برای ببرها رقم میزنیم. از سال 1940 تا 1980 توی همین 40 سال 3 زیرگونه از ببرها منقرض شدن. ببر بالی، ببر جاوه و ببر خزر یا ببر مازندران. توی هندم که به عنوان مهد سنتی ببرها در نظر گرفته میشه، دولت تخمین زده که احتمالاً فقط 1411 تا ببر باقی مونده. محققان محیط زیست میگن 95% از ببرهای وحشی فقط توی همین یک قرن گذشته منقرض شدن. این آمار در مورد گونه های دیگه هم هست. از حشرات و گیاهان و حیوانات که خیلی شهرت زیادی ندارن هم میشه نام برد. اما این حیواناتی که چندان مطرح نیستن، تأثیرشون تو محیط زیست زیاده. فعالان محیط زیست میگن الان سرعت نابود شدن تنوع زیست محیطی نسبت به گذشته بیش از 1000 برابر شده. انقراض و تغییر محیط زیست بخشی از تاریخ زمین بوده و همیشه هم اتفاق میفته. مخصوصاً تأثیر مستقیمی روی تکامل گونه ها داره. اینطوری موجودات خودشون رو با محیط جدید سازگار میکنن، رشد میکنن و یاد میگیرن چطور زنده بمونن. بخشی از موجودات هم که نمیتونن با محیط و تغییر سازگار بشن از بین میرن. این فضای خالی که از انقراض یک موجود شکل میگیره، جا رو برای تکامل موجود بعدی باز میذاره. بنابراین انقراض همیشه بوده، همیشه هم خواهد بود. و با توجه به اینکه تاریخ حیات روی زمین خیلی طولانیه، یعنی بیش از 4 میلیارد سال حیات روی زمین بوده، منطقیه که فکر کنیم 99% از تمام گونه هایی که تا الان روی سیاره زمین زندگی میکردن قبلا منقرض شدن. حتی جالبه که یک محقق قبلا سعی کرده تعداد موجودات مختلفی رو که از اول تا الان روی زمین زندگی میکردن و منقرض شدن تخمین بزنه. عددش یکم عجیبه. گفته بین 5 تا 50 میلیارد گونه مختلف روی زمین بودن و منقرض شدن. اما الان حدوداً 10 میلیون گونه جانوری و گیاهی روی زمین وجود دارن. حالا 10 میلیون رو با 5 تا 50 میلیارد گونه مقایسه کنین. تازه ما فقط تا الان تونستیم حدود 1.9% از گونه ها رو از نظر علمی توصیف کنیم. پس انقراض کلن یک سرنوشت طبیعی برای گونه های زنده روی زمینه و دیر یا زود حتی انسان هم منقرض میشه. هر گونه روی زمین با یک تاریخ انقضا متولد میشه و به طور متوسط بین 5 تا 10 میلیون سال عمر میکنه. این عدد هم بستگی به این داره که اون گروه خاص مثل انسان یا میمون یا هر موجود دیگه‌ای تو چه طبقه بندی وجود داره. مثلا از نظر تخصص چه مهارتایی داره؟ از نظر وسعت زیستگاه توی چه منطقه‌ای از زمین زندگی می‌کنه؟ مثلا میانگین طول عمر گونه پستاندارانی مثل انسان حدود 1 تا 2 میلیون ساله. اما به طور مشابه برای بیمهرگان، مخصوصا بیمهرگان دریایی، تا 11 میلیون سال تخمین زده میشه.
معمولاً انقراض خیلی آروم و آهسته اتفاق میفته. اما توی بعضی شرایط تعداد زیادی گونه در زمان نسبتاً کوتاهی از بین میرن. مثل حوادث فاجعه بار که در مقیاس جهانی جمعیت رو نابود میکنن. این حوادث فاجعه بار که ناگهانی هم اتفاق میفتن رو انقراض جمعی یا انقراض دست جمعی میگن و حداقل 75% از موجودات زنده‌ای که تا اون زمان روی سیاره زندگی میکردن رو شامل میشه. تا الان که دارین این ویدیو رو تماشا میکنین، حداقل 5 بار در تاریخ حیات روی زمین انقراض دست جمعی داشتیم. فاجعه بارترین این انقراضها انقراض پرمیان بوده که حدود 250 میلیون سال پیش اتفاق افتاده و بیش از 90% گونه های دریایی رو منقرض کرده. آخرین و مشهورترین انقراض هم انقراض کرتاسه است. حدود 66 میلیون سال پیش رخ داد. این انقراض رو حتما میشناسین. همون انقراضیه که دایناسورها رو به جز پرندگان نابود کرد و گفته میشه به خاطر برخورد یک شهاب سنگه. کلن انقراض از نظر اکولوژیکی چیز بدی نیست، چون زمینه ی حیات رو برای اشکال جدید زندگی باز میکنه. تقریبا همیشه هم بعد از انقراض دست جمعی گونه ها به شکل انفجاری و سریع تکامل پیدا میکنن و موجودات جدید ظاهر میشن. مثلا به لطف اون انقراض کرتاسه که دایناسورها رو از بین برد، شرایطی به وجود اومد که پستانداران حکمران زمین شدن و میلیون‌ها سال بعدش ما اومدیم و الان داریم زمین رو فرمان روایی میکنیم، یا بهتره بگم زمین رو نابود میکنیم. طی قرن‌های اخیر روند انقراض گونه‌ها شدت گرفته. به تشخیص بعضی از دانشمندان، ما الان وسط مسیر 6th انقراض دست جمعی هستیم. اما این بار دیگه خبری از برخورد شهاب سنگ و عصر یخبندان و این چیزا نیست، بلکه خود انسان عامل این انقراضه. از وقتی که انسان کشاورزی رو یاد گرفت، تأثیر فعالیتاش بر تنوع زیست محیطی به شکل عجیب و باور نکردنی تهاجمی بوده. سرعت انقراض گونه های زنده به خاطر انسان کم شده و به یک نرخی فراتر از یک نرخ عادی رسیده. فقط توی 50 سال گذشته شرایط تهاجمی برای انقراض به وجود اومده. تا الان تقریباً 75% از محیط‌های زمینی و خشکی، 66% از محیط‌های دریایی به طور شدیدی به خاطر فعالیت‌های انسانی تغییر پیدا کرده. بیش از 1/3 مساحت زمین، نزدیک به 75% از منابع آب شیرین در حال حاضر به تولیدات کشاورزی یا دامپروری اختصاص داره. توی 30 سال گذشته مساحت مناطق شهری بیش از 3 برابر شده. آلودگی پلاستیک و زباله‌های پلاستیکی از سال 1980، یعنی کمی بیشتر از 40 سال، 10 برابر شده. ما سالانه 300 میلیون تن پلاستیک تولید می‌کنیم و حدود 8 میلیون تنش به دریاها و اقیانوس‌ها میرسه. همین نیی که برای نوشیدنی‌ها استفاده می‌کنی، کیسه‌ها، پلاستیک‌های زباله، مصنوعات مختلفی که از پلاستیک توشون استفاده شدن، حدوداً 150 میلیون تن زباله رو به محیط‌های دریایی وارد می‌کنه. تا چند قرن آینده میلیون‌ها حیوان دریایی از همین طریق می‌میرن. هر سال 170 میلیارد حیوان به خاطر انسان کشته میشن. این یعنی 5000 حیوان توی 1 ثانیه. آبی که از مناطق کشاورزی به دریاها جاری میشه، کلی آفتکش، کود و ضایعات داخلش داره. سالانه بیش از 5 میلیون تن سموم دفع آفات در مزارع منتشر میشه که نیمی از اونها از طریق رودخونه ها به دریا میرسن. علاوه بر اینها، سالانه 500 میلیون تن فلزات سنگین، حلال‌ها، لجن‌های سمی و بقیه زباله‌های صنعتی به آب‌های آزاد جهان ریخته میشه. این وضعیت در نهایت باعث فروپاشی اکوسیستم میشه. هر بار که زمین گونه‌ای رو از دست میده، ظرفیت کلی بقای محیط کم میشه و بشره که عواقبش رو متحمل میشه. چون ما به عنوان بشر به آب و هوای پایدار، آب شیرین، حشرات برای کشاورزی و کنترل بیماری‌ها، گردافشان و بقیه جنبه‌های مرتبط با اکوسیستم نیاز داریم. فقط از سال 1500 میلادی، یعنی حدود 500 سال،
حداقل 900 گونه به خاطر انسان منقرض شدن. 85 نوع پستاندار، 150 نوع پرنده، 35 نوع دوزیست و 80 نوع ماهی فقط به خاطر انسان. مثلا انسان محیط زندگی گونه ها رو از بین برده تا بتونه خونه بسازه، جاده بسازه، سد بسازه، کارخونه تأسیس کرده یا زباله به دریا ریخته. موجوداتی که انسان باعث انقراضشون میشه دیگه هیچ وقت روی زمین ظاهر نمیشن. تخمین زده میشه که اگر از الان انسان دست از شکار و آلوده کردن محیط و از بین بردن گونه ها برداره، بازم حدود 5 میلیون سال زمان نیازه تا طبیعت به شکل اولش برگرده، یا بهتره بگیم به شکل قبل از ظهور انسانش برگرده. تازه در این مورد بازم حیواناتی که منقرض کردیم به طبیعت بر نمی گردن. به همین دلیله که ما با روندی که پیش گرفتیم در میانه مسیر ششمین انقراض دست جمعی زمینی. نظر شما در این مورد چیه؟ امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.